بعضشون خوشمند هستن تشریف دارن و ما را در جریان آخرین تحقیقات خود در مورد چگونگی ایجاد کشور به نام افغانستان قرار بدن. ما باز هم به نوبه خود تشریف آوری دوست داره در اینجا خیلی مقدم میگم و امیدوار هستم کنفرانس امروز بهانه ای بوده باشه برای اینکه ما شما چند لحظه بنشینیم به خاطر از اینکه ما شما میفهمیم که طوری که جناب رحیمی فرمودن من معرف نیستم، یعنی اساسا یکی از علاقمندای مسائل تاریخی و سیاسی کشور هستم. خب فرق بین علاقمند تا یک پروفیشنل میفهمیم چقدر هست، ولی فکر میکنم حق هر انسانی است در جایی که زاده شده، در محیطی که بزرگ شده، حداقل به فکر از این افته که اینجا کجا هست. ما شما بینیم نقشه زیبایی داریم، حدود یرویش هم دوستان میفهمند و روزی هم باید به فکر بوده باشم که حضرت خداوند باری تعالی همین نقشه را از روزی اول انطوری خلق کرده کشوری به نام افغانستان، و یا ای که یک تاریخی داره، گذشته‌ای داره و چگونه بوده است. و همین که باید اصلا تحقیقات پروپاگاندی را ما جدا کردیم و قسمتی از او را هم در بعضی مجلات و ویبسایت‌ها نشر کردیم، ولی دوستان خواستن که اگر بتونیم این هم در معرض قضاوتی دوستایی که اینجا قرار دارم بگذاریم و بتونیم چند دقیقه با هم دیگر صحبت بکنیم. ولی یک چیزی خدمت دوستان عرض بکنم، حضورشی که صورت گرفته و پریزنتیشنی که امروز خدمت شما ارائه میشه از دو جنبه میتونیم اول قضاوت بکنیم، از نگاه شکلی و از نگاه محتوا. از نگاه شکلی با تضمین خدمت شما میتونم ادعا بکنم که پرزنتیشن این روزه با معیارهای دانشگاه‌های جهانی و کنفرانس‌های بین‌المللی آماده شده است. گرچه دوستان بزرگواری که اینجا تشریف دارند با این مسائل کاملا آشنا هستند، ولی برای جوانا و دانشجویان ما میتواند که یک رهنمود خوبی بوده باشد. البته با استفاده با تجربه کم بیش که از تدریس داشتیم را خیلی دوستان تقدیم کردم که متوجه از این حرف بوده باشند. با این مفهوم که در پژوهش امروزی ما پیشگفتاری داریم، یعنی مقدمتا کلمات راجع به ضرورت پژوهش ما چی ضرورت داشتیم که این کار انجام بدیم، شما را زحمت بدیم اینجا رو بخوریم و اهمیت از این پژوهش مختصرا صحبت خواهد کردیم. بعد از این موضوع پژوهش یا اهدافی از این است ما چی را میخواییم اثبات بکنیم؟ چی را میخواییم رد بکنیم؟ یا به اصطلاح ابجکتیفی ما چی هست؟ ادعایی که ما داریم و ادعایی که داریم چی هست؟ و بعد از اون میتودولوژی بررسی ماست، شیوه تحقیق ماست. ما چی اسناد، چی شواهد ارائه میکنیم؟ چگونه را جمع بندی میکنیم؟ چگونه بررسی میکنیم؟ آیا واقعا کافی است؟ منابعی که در اینجا ارائه میکنیم منابع معتبر هست و از این منابع چگونه استفاده میکنیم؟ و در آخر هم با استفاده از همین جمع‌آوری منابع یا میتود کارمون نتیجه گیری داریم. نتیجه گیری به این مفهوم است که ما آنچه ادعا کرده بودیم در اهداف ما آیا واقعا امو ادعایی را که ما کردیم او را باید نتیجه گیری بکنیم که امو ادعا را ثابت کرده تا نیستیم یا نه؟ یارد کرده تا نیست میگنه با او قضاوت را بکی میگذاریم و دوستا باقی مانده از جنبه محتوایش او چیزیست که آدم خودش عقل نداره در واقع خود قضاوت کنه که ما بهترین کار کردیم. او قضاوت را با دوستا میگذاریم که به اصطلاح چیزی که در بیگ بود برای باز ما شما اینجا ببینیم که میگنه. و یک لیست منابع تاریخی که من خدمت دوستان تقدیم میکنم، این تعداد آثار تاریخی که ما در این اثر کار گرفتیم، از قدیمترین آثار تاریخی که در این مرزبوم نگاشته شده دوستان کتاب ها را مدارجی بوده باشند در ترتیب کرونولوژیکی، یعنی ما قدیمترین اثر تاریخی که به زمان فارسی داریم حدود العالم است در سال 982 میلادی نوشته شده است.
تمام آثاری که ما اینجا خدمت شما لیست کردیم عمدتاً داخلی توسط دانشمندان همین مرز بوم نگاشته شدن. منفی چند اثری که خارجی است که وان به ارتباط منطقه و به ارتباط به اصطلاح قلمرو ما و شما تغییر شدن و به زبان فارسی وجود دارند. حضور العالم شاهنامه فردوسی از تفهیم از حضرت بیرونی است، تحقیق از بیرونی است، از سیر از بیرونی است، تاریخ یعنی تاریخ فکر می که مثلا نمی‌دونیم عربی است و یا انگلیسی فکر باید در این بوده باشد قطبی که بسیار قدیم تاریخ است با فارسی دو ترجمهش وجود دارد. برای باز پسانتر خاطریم که تاریخ ها در کنان سالا ترجمه شده است. تاریخ گردیزی 1050، تاریخ سیستان 1054، تاریخ بیهقی، فارسنامی ابن بلخی، مجمل التواریخ، فضایل بلخ، جهانگشای جمینی، طبقات ناصری، تاریخ نامی ایراد، سفرنامی ابن بطوطه که از این ساحت گذشته و عربی است و با فارسی ترجمه شده و در انگلیسی، تاریخ پیروزشاهی، زبدت التواریخ، مطلب السعدین، روزات جنات، روزات الصفا، تاریخ حریوسیر. روزات الصفا 15 جلد کتاب است و حریوسیر 4 جلد. این دو کتاب یا دو اثر معادل دو کتاب بسیار معتبر منابع عربی هستند. یعنی معادل تاریخ تیبری و تاریخ کامل ابن یسیر است. دوستایی که با تاریخ چی دارن وزنی هر یک از آثار میفهمند چقدر است. بابرنامه، اکبرنامه، تاریخ پرشتر، جهانگشای نادری، تاریخ احمدشاهی، سفرنامه جوش فاستر، گزارش سلطنت کابل که از افغانستان است، دوستان سیاحه، نژادهای افغانستان، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی و آخرا ساختار اقتصادی افغانستان از پولیا. و خدمت دوستان تقدیم میکنم که اگر دوستایی فکر میکنند که در ذهنشان اثری مانده بوده باشه به ارتباط منطقه و مهم که ما ورد شامل لیست کرده بوده باشم یا در اینجا به درد میخوره که ما ورد باید بیاریم، میتونند که ایراد بگیرند. تا جایی که ما بررسی کردیم مهمترین آثاری که در اختیار من قرار داشته است. و یک چیز خدمت دوست هست که بجز از دو کتاب در اینجا تمام آثار فعلا موجود در اختیار است. هر دوستی که ضرورت داشته بوده باشه و که میتونه مالکیتی کامل قرار داشته بوده باشه از اون طرف میتونه دوستان ایره بایست یک منبع و مأخذ استفاده کنه. یعنی همه هر آن چیزی که در اینجا گفته شده مستند زنده است. هیچ گونه چیزی به اصطلاح با درد زار داشته است که یک مقدار تو دوستان عرض بکنم که نقل قول هایی که از منابع دیدم و گرفتم متاسفانه در اصل سند وجود نداره یا در ترجمه هایی که صورت گرفته با اصل سند واقعی تطابق نداره و او خاطر من ناگزیر شدم با شما که مسائل که هنگفتی را قبول بکنم و یا اصلا را جمع آوری بکنم که مدوار بسیم جوانهای ما و دوستایی که علاقه هستن از این کتانم که در آنگر بهره بگرد. خب میرسیم در پیش گفتار و ترازوی عدالت هم موندیم دیگه ببینیم که چی کردن میکنیم. خب دوستان کار این تحقیق چرا کردن؟ ضرورت از این چیز و اهمیت از این چی است؟ در قدم اول یکی از موضوعات داغ روز است. یکی از مسائل جنجالی کشور است و دلچستر یکی از مسائل حساسیت برانگیز است. به او خاطر هم بعضی ها شاید بیشتر علاقه من شود که چنین مسائل را به اصطلاح مورد تحقیق قرار بودن و برای یک مقدار دیگه هم شاید ناخوشایند بوده باشد. و اون خاطر ما از دوستان قبلا خواهش دارم، تقاضا دارم که در تحقیق این بودی تا اندازه زیادی